به نام خداوند بخشنده مهربان. در دنباله سوره صافات چنین می‌خوانیم: ابراهیم گفت من به سوی خدا می‌روم که البته هدایتم خواهد فرمود، و آنگاه دست به دعا برداشت. گفت بارالها مرا فرزند صالحی که از بندگان شایسته تو باشد عطا فرما. پس مژده پسر بردباری به او دادیم. آنگاه که آن پسر رشدی یافت، با او به سعی شتافت. ابراهیم گفت ای فرزند عزیزم، من در عالم خواب چنین دیدم که تو را قربانی کنم، در این واقعه تو را چه نظری است؟ جواب داد ای پدر، هرچه ماموری انجام ده، که انشاء الله مرا از بندگان با صبر و شکیبا خواهی یافت. پس چون هر دو تسلیم گشتند و او را برای کشتن به روی درفکند، ما در آن حال خطاب کردیم که ای ابراهیم، تو مأموریت عالم رویا را انجام دادی، کارد از گلویش بردار، ما نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. این همان امتحانی است که حقیقت حال اهل ایمان را روشن می کند و بر او گوسفندی فرستاده و ذبح بزرگی فدا ساختیم و ثنای او را بر آیندگان واگذاردیم. سلام و تحیت خدا بر ابراهیم باد. ما نیکوکاران را این چنین پاداش نیکو می دهیم، زیرا او از بندگان با ایمان بود. و باز مژده فرزندش اسحاق را که پیغمبری از شایستگان است به او دادیم و بر ابراهیم و اسحاق برکت و خیر بسیار عطا کردیم و از فرزندانشان برخی صالح و نیکوکار و برخی دانسته به نفس خود ستمکار شدند. و ما بر موسی و برادرش هارون منت گذاردیم و هر دو را با قومشان از بلای بزرگ فرعونیان نجات دادیم و آنها را یاری دادیم تا به حقیقت غالب شدند و به آن دو پیغمبر کتابی روشن بیان عطا کردیم و هر دو را به راه راست هدایت کردیم و بر ایشان نام نیک در میان آیندگان باقی گذاردیم. سلام و تحیت خدا بر موسی و هارون باد. ما چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم، زیرا هر دو از بندگان خاص با ایمان ما بودند. و همانا الیاس یکی از رسولان بود، وقتی قومش را گفت آیا خدا ترس و پرهیزکار نمی شوید؟ آیا بت را خدا می خوانید و خدای بهترین آفریننده عالم را ترک می گویید؟ خدا آفریننده شما و پدران گذشته شماست. قوم الیاس رسالت او را تکذیب کردند و بدین سبب برای انتقام و عذاب احضار می شوند و همه هلاک شوند جز بندگان با اخلاص خدا. و بر الیاس نام نیکو در میان خلق آینده بگذاشتیم. سلام بر الیاسین و آل یاسین با. ما نیکوکاران را چنین پاداش نیکو می دهیم، زیرا او از بندگان خاص با ایمان ما بود. و لوط هم یکی از رسولان خدا بود، وقتی ما خواستیم قوم او را کیفر کنیم، او و اهل بیتش همه را نجات دادیم بجز پیر زالی که در میان قومی که هلاک شدند باقی ماند. و دیگران را نیز که بدکار بودند همه را هلاک ساختیم. و شما مردم اینک بر دیار ویران قوم لوط می گذرید در صبح و شام و باز عقل خود به کار نمی بندید. و یونس نیز یکی از رسولان بزرگ خدا بود که چون به کشتی پر جمعیتی گریخت، کشتی به خطر افتاد. قرعه زدند، به نام یونس افتاد و از غرق شوندگان گردید و ماهی دریا او را به کام فرو برد و مردمان هم ملامتش می کردند و به ستایش و تسبیح خدا نمی پرداخت، تا قیامت در شکم ماهی زیست می کرد. اما باز یونس را پس از چندی از بطن ماهی به صحرای خشکی افکندیم، در حالی که بیمار و ناتوان بود، و در آن صحرا برای او کدو رویانیدیم و باز او را بر قومی بالغ بر 100,000 یا افزون به رسالت فرستادیم
و آن قوم چون ایمان آوردند ما هم به نعمت خود تا هنگامی معین بهرمندشان گردانیدیم. ای رسول، تو از این مشرکان بپرس که آیا خدا را فرزندان دختر است و شما را پسر، یا آنکه چون ما فرشتگان را خلق می کردیم آنجا حاضر بودند و دیدند که آنها را زن آفریدیم. بدان که اینان از جهل خود بر خدا دروغی بسته و می گویند خدا را فرزند می باشد، البته دروغ می گویند. آیا خدا دختران را بر پسران برگزید؟ چرا چنین جاهلانه حکم می کنند؟ آیا باز متذکر نمی شوند؟ یا آنکه برای خود دلیل و برهان روشنی دارند؟ کتاب و برهانشان را بیاورند اگر راست می گویند. آنها بین خدا و جن نسبت و خیشی برقرار کردند، در صورتی که آنها می دانند که برای کیفر احضار خواهند شد. خدا ذات پاکش از این اوصاف که از جهل به او نسبت می دهند منزه است. جز بندگان پاک با اخلاص که شما و معبودانتان نتوانستید آنها را مفتون و گمراه کنید، و جز آن کس که اهل دوزخ است کسی به کفر شما در نیاید و هیچ شک از فرشتگان نیست جز آن که او را در بندگی حق مقامی معین است و همه به فرمان حق به صفاتی نیکو آراسته اند و دائم به تسبیح و ستایش حق مشغولند. و همانا کافران میگویند که اگر نزد ما کتابی از رسولان پیشین بود ما هم البته از بندگان با اخلاص خدا می بودیم، و دروغ میگویند زیرا جز این بزرگ نیز خدا آورده و به او کافر شدند و به زودی کیفر خود را خواهند یافت. و همانا عهد ما درباره بندگانی که به رسالت فرستادیم چنین در علم ازلی سبقت گرفته است که البته آنها بر کافران فتح و فیروزی یابند و همیشه سپاه ما غالبند. پس تو هم روی از آنها بگردان تا به وقتی معین و عذاب آنها را به چشم ببین که آنها هم به زودی فیروزی تو را خواهند دید. آیا کافران عذاب ما را با تعجیل می طلبند؟ چون عذاب قهر الهی پیرامون دیارشان فرود آید آنها صبح بسیار بدی خواهند داشت. اینک روی از آنها بگردان تا به وقتی معین و عذاب آنها را به چشم ببین که آنها هم فیروزی تو را خواهند دید. پاک و منزه است پروردگار که خدایی مقتدر و بی همتاست و از توصیف جاهلانه خلق مبراست. و سلام و تحیت الهی بر رسولان باد، و ستایش مخصوص خداست که آفریننده جهانیان است. در اینجا سوره صافات به پایان میرسد و میرسیم به سوره مبارکه صاد که در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 88 آیه میباشد. به نام خدای بخشنده مهربان. صاد رمز خدا و رسول است، یا اشاره ایست به صمد و صانع و صادق از اسماء الهی، یا به مصطفی که القاب پیغمبر است. قسم به قرآن صاحب مقام و پنداموز عالمیان که محمد رسول حق و قرآن بزرگ معجزه است. لکن کافران در مقام غرور و سرکشی و عداوت با حق هستند. باری بترسند که پیش از اینها طوایف بسیاری را به هلاکت رسانیدیم و آن هنگام قهر و عذاب فریادها کردند و هیچ راه نجاتی برای آنها نبود. و مشرکان تعجب کردند که رسولی از همان نژاد عرب برای تذکر و پند آنان آمد، و آن کافران گفتند او ساحری دروغگوست. آیا او چندین خدایان ما را منحصر به یک خدا کرده؟ این بسیار تعجب آور است. و گروهی از سران قوم چنین رأی دادند که باید طریقه خود را ادامه دهید و در پرستش خدایان خود یعنی همین بتان ثابت قدم باشید. این کاری است که مراد هم است. این را که دعوی محمد است در توحید و یگانگی خدا در آخرین ملت هم که ملت مسیح است نشنیده ایم، و این دعوی محمد جز بافندگی و دروغ چیز دیگری نیست. آیا میان همه ما بزرگان عرب قرآن مخصوصاً بر او فرود آمد؟
شاید این کافران از وحی قرآن در شک و ریبند و شاید هنوز عذاب قهر حق را نچشیده اند. ای رسول، آیا گنج‌های رحمت خدای تو که در کمال اقتدار و بخشندگی است نزد این مردم است؟ آیا سلطنت آسمان ها و زمین و هرچه بین آنهاست با این کافران است؟ پس به هر سبب که می توانند بروند به سوی آسمان ها. این نالایق سپاه از احزاب مغلوب و نابود شدنی هستند. پیش از این مشرکان هم قوم نوح و طایفه عاد و فرعونیان صاحب قدرت نیز تکذیب پیغمبران خدا کردند و طایفه ثمود و قوم لوط بر علیه انبیا بودند و آنان به جز تکذیب انبیا فکری و عملی نداشتند. بدین جهت عقاب ما بر آنها حتم و واجب گردید و این مردم جز یک صیحه انتظاری ندارند و دیگر ابدا به دنیا باز نمی گردند. و کافران به تمسخر گفتند ای خدا، حساب نامه اعمال ما را تعجیل کن و پیش از روز حساب انداز. تو بر سخنان آنها صبر کن و از بنده ما داوود یاد کن که در اجرای امر ما بسیار نیرومند بود و دائم به درگاه ما توبه و انابه می کرد و ما کوه‌ها را برای او مسخر کردیم تا شب و روز خدا را تسبیح و ستایش کند و مرغان را مسخر او ساختیم تا نزد او جمع شوند و همه به دربارش از هر جانب بازآیند و در ملک و شاهی او را نیرومند ساختیم و به او قوه درک حقایق و تمیز حق از باطل عطا کردیم. و ای رسول، آیا حکایت آن دو خصم به تو رسیده است که از بالای غرفه عبادتگاه داوود بر او وارد شدند؟ هنگامی که داخل شدند در محراب، داوود سخت هراسان شد که مبادا دشمن باشند. آنان بدو گفتند مترس، ما دو تن خصم یکدیگریم که بر هم ستم کرده ایم. داوود، میان ما به حق حکم کن و از هیچ یک طرفداری مکن و ما را به راه راست دلالت فرما. این برادر من 99 رأس میش داراست و من یک میش. این را هم گفته به من واگذار و با من به قهر و غلبه خطاب کرده. داوود گفت البته بر تو ظلم کرده که خواسته است یک میش تو را به 99 میش خود اضافه کند و بسیار معاشران و شریکان در حق یکدیگر ظلم و تعدی می کنند، مگر آنان که اهل ایمان و عمل صالح هستند که آنها هم بسیار کمند. پس از این قضاوت بی تأمل و سری، داوود دانست که ما او را سخت امتحان کرده ایم. در آن حال از خدا عفو و آمرزش طلبید و با تواضع و فروتنی به درگاه خدایش بازگشت. ای داوود، ما تو را در روی زمین مقام خلافت دادیم تا میان خلق خدا به حق حکم کنی و هرگز هوای نفس را پیروی نکنی که تو را از راه خدا گمراه سازد. و آنان که از راه خدا گمراه شوند چون روز حساب و قیامت را فراموش کرده اند به عذاب سخت معذب خواهند شد. ما آسمان و زمین و هرچه بین آنهاست بازیچه و باطل خلق نکرده ایم. این گمان کافران است. وای بر کافران از عذاب سخت آتش دوزخ. آیا ما آنان را که به خدا ایمان آورده و به اعمال نیکو پرداخته اند مانند مردم بی ایمان مفسد در زمین قرار می دهیم؟ یا مردان با تقوا و خدا ترس را مانند فاسقان بدکار جزا خواهیم داد؟ چنین نیست و آنجا بد و خوب یکسان نیستند، بلکه بدان دوزخی و خوبان بهشتی خواهند بود. این قرآن بزرگ کتابی مبارک و عظیم الشأن است که بر تو نازل کرده ایم تا امت در آیاتش تفکر کنند و صاحبان به مقام عقل متذکر حقایق آن شوند. و به داوود فرزندش سلیمان را عطا کردیم، او بسیار نیکوبنده بود زیرا بسیار به درگاه خدا با تضرع و زاری رجوع می کرد. ای رسول ما، یاد کن وقتی را که
بر او اسبهای بسیار تون رو را هنگام عصر ارائه دادند و او به باز دیدن اسبان از نماز عصر غافل ماند. در آن حال گفت که من از علاقه و حب اسبهای نیکو از ذکر و نماز خدا غافل شدم تا آنکه آفتاب در حجاب شب رخ بنهفت. آنگاه به فرشتگان خطاب کرد که به امر خدا آفتاب را بر من بازگردانید. اداء نماز کرد و شروع به دست کشیدن بر ساق و یال و گردن اسبان کرد و همه را برای جهاد در راه خدا وقف کرد. و ما سلیمان را در مقام امتحان آوردیم و کالبدی بر تخت بی افکندیم، جسد بیجانی، و باز به درگاه خدا توبه و انابه کرد. عرض کرد بارلاها به لطف کرمت از خطای من درگذر و مرا ملک و سلطنتی عطا فرما که پس از من احدی لایق آن نباشد، که تو ای خدا تنها بخشنده بی عوضی. ما هم باد را مسخر فرمان او کردیم تا به امرش هر جا بخواهد به آرامی روان شود و دیو و شیاطین را هم که بناهای عالی می ساختند و از دریا جواهرات گرانبها می آوردند نیز مسخر اوامر او کردیم و دیگر از شیاطین را به دست او در قل و زنجیر کشیدیم. این نعمت سلطنت و قدرت اعطای ماست، اینک بی حساب به هر که خواهی عطا کن و از هر که خواهی منع، و اون از دما بسیار مقرب و نیکو منزلت است. و ای رسول ما، یاد کن از بنده ما ایوب هنگامی که به درگاه خدا عرض کرد پروردگارا شیطان مرا سخت رنج و عذاب رسانیده. به او خطاب کردیم پای به زمین زن، و زد، چشمه آبی پدید آمد. گفتیم در این آب سرد شستشو کن و از آن بیاشام تا از هر درد و رنجی رهایی یابی. و ما به جای فرزندانی که از او مردند به قدر آنها و بیشتر هم به او عطا کردیم تا در حق او لطف و رحمتی کنیم تا صاحبان عقل متذکر شوند. و ما ایوب را بنده صابری یافتیم، چنیکو بنده ای بود که دائم رجوع و توجهش به درگاه ما بود. و باز ای رسول، یاد کن از بندگان ما ابراهیم، اسحاق و یعقوب که همه صاحب اقتدار و بصیرت بودند. ما آنان را خالص و پاکدل برای تذکر در سرای آخرت داخل گردانیدیم و آنها نزد ما از برگزیدگان خوبان بودند. و باز یاد کن از اسماعیل و یسع و ذوالکفل که همه از نیکویان بودند. این آیات پند و یادآوری نیکان است و البته در جهان جاودانی برای اهل تقوا بسیار نیکو منزلگاهی است. باغ‌های بهشت ابد که درهایش بروی آنان باز است، در آنجا بر تخت‌ها تکیه زدند و شراب و میوه‌های بسیار می‌طلبند و در خدمت آنها حوران جوان شوهر دوست با عفتند. این نعمت ابد همان است که برای روز حساب به آنها وعده دادند. این است همان رزق بی انتهای ابدی ما. حقیقت حال این است و اهل کفر و طغیان را بدترین منزلگاه است. آنان به دوزخ درآیند که بسیار بد آرامگاهی است. این است عذابشان. و از این نوع عذابهای گوناگون دیگر، این گروهی هستند که با شما رؤسای کفر و زلالت به دوزخ درآمدند. در این حال رؤسا گفتند بدا به حال اینان که در آتش فروزان شدند. اهل دوزخ در جواب رؤسایشان گفتند بلکه بدا بر احوال خود شما، زیرا شما پیش قدم ما به دوزخ شدید که بسیار آرامگاه بدی است. باز تابعان به درگاه خدا عرض کردند پروردگارا، آن کس که برای ما این عذاب را فرستاد
تو در آتش عذابش را چندین برابر بیفزا. و اهل دوزخ با یکدیگر گفتند چه شده که ما مردان مؤمن را که از سفله و اشرار می شمردیم امروز در دوزخ نمی بینیم؟ در صورتی که ما آنها را در دنیا مسخره و استهزا می کردیم، آیا آنها اهل دوزخ نیستند؟ یا هستند و چشمان ما بر آنها نمی افتد؟ این منازعه اهل آتش دوزخ محق و حتمی است. ای رسول ما بگو به خلق که من رسولی ناصح بیش نیستم و جز خدای تنها خدایی نیست. آفریننده آسمان ها و زمین و هرچه بین آنهاست همان خدای مقتدر آمرزنده است. بگو ای پیغمبر، آن حکایت قیامت و بهشت و دوزخ خبر بزرگ عالم است و دریغا که شما از شنیدن آن خبر بزرگ اعراض می کنید. مرا بر فرشتگان عالم بالا که خصومت و گفتگو داشتند علمی بیش از وحی خدا نبود و به من وحی نمی رسید جز اینکه من با بیان روشن و آشکار خلق را از عذاب خدا بترسانم. ای رسول، یاد کن هنگامی را که خدا به فرشتگان گفت که من بشر را از گل می آفرینم، پس آنگاه که او را به خلقت کامل بیاراستم و از روح خود در او بدمیدم همه با مرمن بر او به سجده افتادند. پس به فرمان خدا تمام فرشتگان بدون استثناء سجده کردند مگر شیطان که بر آدم غرور و تکبر ورزید و از زمره کافران گردید. خدا به شیطان فرمود ای ابلیس، تو را چه مانع شد که به موجودی که من به دست خود آفریدم سجده نکردی؟ آیا تکبر و نخوت کردی یا از بلند رتبگان بودی؟ شیطان در جواب گفت من از او بهترم که مرا از آتش نورانی سرکش و او را از گل تیره پست خلقت کردی. خدا فرمود ای شیطان خودبین، اینک از این جایگاه بیرون رو که تو سخت رانده درگاه ما شدی و بر تو لعنت من تا روز قیامت حتمی و محق است. شیطان عرض کرد پروردگارا پس مهلتم ده که تا روز قیامت زنده مانم. خدا فرمود آری از مهلت یافتگانت قرار دادیم تا روز معین و وقت معلوم. شیطان گفت حال که مهلت یافتم به عزت و جلال تو قسم که خلق را تماما گمراه خواهم کرد، مگر خاصان از بندگانت که دل از غیر بریدند و برای تو خالص شدند. خدا در پاسخ شیطان فرمود به حق سوگند و کلام من حق و حقیقت است که جهنم را از جنس تو و پیروانت تماما پر خواهم کرد. ای رسول، به امت بگو من مزد رسالت از شما نمی خواهم و من بی حجت و برهان الهی مقام وحی و رسالت را بر خود نمی بندم. این قرآن نیست جز اندرز و پند اهل عالم و بر شما منکران صدق و حقیقت این مقال پس از مرگ و انتقالتان به آخرت به خوبی معلوم می شود. در اینجا سوره صاد با 88 آیه آن به پایان می رسد. می رسیم به سوره زمر که در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 75 آیه می باشد. نام خدای بخشنده مهربان. این کتاب عظیم الشأن قرآن از جانب خدای مقتدر حکیم بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل گردید. ما این کتاب را بر تو به حق فرستادیم، پس خدای را پرستش کن و دین را برای او خالص بی هیچ شرک و ریا گردان. ای بندگان، آگاه باشید که دین خالص برای خداست و اما آنان که غیر خدا را چون بتان و فرعونیان به دوستی و پرستش برگرفتند و گفتند ما از آن بتان نمی پرسیم مگر برای اینکه ما را به درگاه خدا نیک مقرب گردانند و خدا البته این عذر نپذیرد و میان آنها در آنچه با حق خلاف کنند
حکم خواهد کرد و به کیفرشان میرساند که خدا هرگز آن کس را که بسیار کافر و دروغگوست هدایت نخواهد کرد. اگر خدا میخواست فرزندی برای خود اختیار کند، همانا هر کرا که از مخلوقاتش میخواست برمیگزید و آن خدای فرد بیمانند پاک و منزه است. آسمان ها و زمین را به حق و راستی ایجاد کرد و شب را به روز و روز را بر شب بپوشانید و خورشید و ماه را مسخر کرد تا هر یک بر مدار خود به وقت معین گردش کنند. باری ای بندگان آگه باشید که او خدای مقتدر مطلق و آمرزنده گناه خلق است. او شما نوع بشر را از یک تن آفرید، پس از آن جفت او را قرار داد و برای شما نوع بشر 8 قسم از 4 پایان را ایجاد کرد و شما را در بطن رحم مادران در 3 تاریکی با تحولات گوناگون بدین خلقت زیبا آفرید. این خداست پروردگار شما که سلطان ملک وجود اوست و هیچ خدایی جز او در عالم نیست. پس از درگاه او به کجا می روید؟ اگر همه کافر شوید، خدا از همه شما البته بی نیاز است، ولی کفر و شرک را هم از بندگانش نمی پسندد. و اگر اطاعت و شکرش به جای آرید، از شما آن پسند اوست و هرگز بار گناه کسی را دیگری به دوش نخواهد گرفت و پس از این بازگشت همه به سوی خداست و او شما را به هرچه در دنیا کرده اید آگاه می سازد که او از اسرار دلهای خلق به خوبی آگاه است. و بیچاره انسان را هرگاه فقر و مصیبت و رنجی پیش آید، در آن حال به دعا و توبه به درگاه خدا رود و چون نعمت و ثروت به او عطا کند، خدایی را که از این پیش می خواند به کلی فراموش سازد و برای خدای یکتا شریک و همتا قرار دهد تا خلق را از راه خدا گمراه سازد. با چنین کس بگو ای بدبخت، کمتر به کفر و اسیان لذت و آسایش جو که عاقبت از اهل آتش دوزخی. آیا آن کسی که شب را به طاعت خدا به سجود و قیام پردازد و از عذاب آخرت ترسان و به رحمت الهی امیدوار است، با آن کس که به کفر مشغول است یکسان است؟ بگو ای رسول، آنان که اهل علم و دانشند با مردم جاهل نادان یکسانند؟ هرگز نیستند. منحصراً خردمندان عالم متذکر این مطلبند. ای رسول ما، بگو به امت، ای بندگانی که به خدا ایمان آورده اید، خدا ترس و پرهیزکار باشید که هر کس متقی و نیکوکار است، علاوه بر آخرت در دنیا هم نصیبش نیکویی و خوشی است و زمین خدا بسیار پهناور است. اگر در مکانی ایمان و تقواداری برایت مشکل شد و به شهری دیگر روانه شدی، صبر پیشه کن که خدا صابران را به حد کامل و بدون حساب پاداش خواهد داد. ای رسول، بگو که من خود مأمورم که خدا را پرستش کنم و دینم را برای او خالص گردانم و باز مأمورم که در اسلام مقام اولیت را دارا باشم. و باز بگو که من اگر خدای خود را نافرمانی کنم، البته از عذاب روز بزرگ قیامت می ترسم. باز بگو من خدای یکتا را می پرستم و دینم را خاص و خالص برای او می گردانم. شما همه مشرکان، هر کرا می خواهید جز خدا بپرستید که از غیر خدا جز زیان نمی بینید. و بگو که زیانکاران آنان هستند که خود و اهل بیت خود را در قیامت به خسران جاودان درافکنند. این همان زیان است که بر همه آشکار است و برای آنها از بالا و زیر آتش دوزخ است، آن آتشی که خدا از آن بندگان را می ترساند
که ای بندگان از آتش قهر من بترسید. و آنان که از پرستش طاغوت و بتان دوری جستند و به درگاه خدا با توبه و انابه بازگشتند، آنها را بشارت و مژده رحمت است. ای رسول، تو هم آن بندگان را به لطف و رحمت من بشارت ده. آن بندگانی که چون سخن حق بشنوند نیکوتر آن را عمل کنند، آنان هستند که خدا آنها را به لطف خاص خود هدایت فرموده و هم آنان به حقیقت خردمندان عالمند. آیا کسی که وعده عذاب خدا بر او محق و حتمی است؟ تو می توانی با نصیحت از آن آتش قهرش برهانی؟ هرگز نمی توانی. لکن آنان که متقی و خدا ترس شدند، برای آنها در بهشت کاخ و امارتها بالای یکدیگر بنا شده است که در جلوی آن امارات نهرهای آب جاری است. این وعده خداست و خدا هرگز وعده خود را خلاف نخواهد کرد. نمی بینی که خدا از آسمان آب باران نازل گردانید و در روی زمین نهرها روان ساخت؟ آنگاه انواع نباتات گوناگون بدان برویاند، باز از سبزی و خرمی رو به خزان آرد و زرد شود، و آنگاه خدا آن را چوب و علف خشک بگرداند تا در آن صاحبان عقل متذکر قدرت الهی بشوند. آیا آن کس را که خدا برای اسلام شرح صدر و فکر روشن عطا فرمود که وی به نور الهی روشن است، چنین کس با مردم کافر بی نور تاریک دل یکسان است؟ هرگز نیست. پس وای بر آنان که از قساوت و شقاوت دلهاشان از یاد خدا فارغ است. اینان هستند که دانسته به زلالت و گمراهی اند. خدا قرآن را فرستاد که بهترین حدیث است، کتابی است که آیاتش همه با هم مشابه است و در آن ثنای خدا و خاصان خدا مکرر می شود که از تلاوت آن خدا ترسان را لرزه بر اندام افتد و باز آرام و سکونت بخشد و دلهایشان را به ذکر خدا مشغول سازد. این هدایت خداست که هر کرا خواهد به آن رهبری فرماید، و هر کس را خدا گمراه کند دیگر هیچ هدایت کننده ای نخواهد یافت. آیا آن کس که روز قیامت برای پرهیز از سختی عذاب دوزخ ناچار رخسارش را مقابل آتش سپر می گرداند، مانند کسی است که از آن عذاب ایمن و آسوده است؟ و آن روز به ظالمان خطاب شود که اینک کیفر ستمهایی که در دنیا کردید بچشید. آنان که پیش از این امت بودند نیز پیغمبران خود را تکذیب می کردند و از جایی که پی نمی بردند عذاب قهر حق بر آنها فرود آمد، و خدا عذاب ذلت و خاری را در دنیا به آنها چشانید، در صورتی که عذاب آخرت آنها اگر بدانند بسیار سخت تر است. و ما در این قرآن برای هدایت مردم هر گونه مثل‌های روشن آوردیم، باشد که خلق متذکر حقایق آن بشوند. این کتاب الهی قرآن است که در آن هیچ ناراستی و حکم ناسباب نیست، باشد که مردم پرهیزکار شوند. خدای برای کفر و ایمان مثلی زده، بیاموزید. آیا شخصی که اربابانی متعدد دارد و همه مخالف یکدیگرند، با آن شخصی که تسلیم امر یک نفر است حال این دو شخص یکسان است؟ خدا را سپاس که یکسان نیست، لکن اکثر مردم درک این حقیقت نمی کنند. ای رسول عزیز ما، شخص تو و همه خلق البته به مرگ از دار دنیا خواهید رفت. آنگاه روز قیامت همه در پیشگاه عدل پروردگار خیش دادخواهی می کنید. پس در آن روز از آن کسی که بر خدا دروغ بسته و وعده صدق رسولان خدا را تکذیب کرده هیچ کس ستمکارتر هست؟ آیا منزلگاه کافران آتش دوزخ نیست؟ و آن کس از بندگان که وعده صدق بر او آمد و آن را تصدیق کرد، همانها
به حقیقت اهل تقوا هستند و برای آن بندگان نزد خدا از هر نعمتی که بخواهند مهیاست، که این پاداش نیکوکاران عالم است، تا خدا به لطف و کرم زشت‌ترین گناهانشان را مستور و محو می‌گرداند و بسی بهتر از این اعمال نیکشان به آنها پاداش عطا می‌کند. آیا خدای مهربان برای بنده‌اش کافی نیست؟ که مردم تو را از قدرت غیر خدا می‌ترسانند و هر که را خدا گمراه کند دیگر او را هیچ راهنمایی نخواهد بود. هر کس را خدا به لطف خود هدایت کند دیگر احدی او را گمراه نتواند کرد. آیا خدا مقتدر و غالب بر ستمکاران نیست؟ و ای رسول، اگر از این مشرکان بپرسی که زمین و آسمان ها را که آفریده است، البته جواب دهند خدا آفریده. پس به آنها بگو چه تصور می کنید؟ آیا جز خدا همه بت‌هایی که می خوانید، اگر خدا بخواهد مرا رنجی رسد آن بتان می توانند آن را رفع کنند؟ یا اگر خدا بخواهد مرا به رحمتی رساند، می توانند آن بتان آن رحمت را از من بگیرند؟ هرگز نمی توانند. بگو خدا مرا کافی است که متوکلان عالم بر او توکل می کنند. باز به امت بگو ای مردم، شما را آنچه میسر است از جهل و گمراهی عمل کنید. من هم عمل می کنم تا به زودی بطلان شما و حقانیت من معلوم شما گردد، تا بدانید که عذاب با ذلت و خاری کرا رسد و آلام همیشگی برای که فرود آید. ای رسول، این کتاب الهی را ما به حق برای هدایت خلق بر تو فرستادیم، اینک هر که هدایت یافت نفع آن و هر که به گمراهی شتافت زیان آن بر شخص خود اوست، و تو دیگر وکیل خلق و نگهبان امت نخواهی بود. خداست که وقت مرگ ارواح خلق را می گیرد و آن را که هنوز مرگش فرا نرسیده نیز در حال خواب روحش را قبض می کند. سپس آن را که حکم به مرگش کرده جانش را نگاه می دارد و آن را که نکرده به بدنش می فرستد تا وقت معین مرگ. در این کار نیز ادله قدرت الهی برای متفکران پدیدار است. بلکه این مردم کافر مشرک خدا را واگذارده و بت‌هایی بی اثر را شفیعان خود برگرفتند. ای رسول، به آن مردم نادان بگو اگر این بتان که کمتر چیزی مالک نباشند و عقل و ادراکی که هیچ ندارند باز شفیع شما شوند، بگو شفاعت همه خلقان با خداست که سلطان ملک و زمین و آسمان هاست، و پس از مرگ و فنا بازگشت همه شما به سوی اوست. چون نزد مردم بی ایمان به آخرت خدا را به یکتایی یاد کنند، از ذکر حق سخت ملول و دلتنگ می شوند و هرگاه ذکر غیر خدا کنند خرم و دلشاد می گردند. ای رسول ما، دائم بگو پروردگارا، ای خالق زمین و آسمان ها، ای دانای عالم پیدا و پنهان، تو خود میان بندگان در آنچه خلاف و نزاع برانگیزند حکم فرما، و اگر مردم ستمکار ظالم هر آنچه در زمین است دو برابر دارا باشند، البته خواهند برای نجات خود از سختی عذاب قیامت همه را فدا کنند تا مگر نجات یابند، و آن روز از قهر خدا عذابی که گمان نمی بردند بر آنان پدید آید، در نتیجه زشتی و بدکاری هایشان ظاهر شود و عذاب قیامت که با انکار و استهزا تلقی می کردند بر آنان احاطه شود. آری آدمی چون رنج و دردی به او رسد ما را به دعا می خواند، و باز چون نعمت و دولت به او دادیم گوید این نعمت دانسته و به استحقاق نصیب من گردید. چنین نیست، بلکه آن امتحان وی است، لکن اکثر مردم آگه نیستند. پیشینیان هم می گفتند که ما دولت را به لیاقت خود یافتیم،
اما خطا گفتند که وقت مرگ و هلاک مال و دولتی که اندوختند بی نیازشان نکرد و هیچ به فریادشان نرسید و کیفر زشتی و بدکاری هایی که برای کسب مال انجام دادن به آنها رسید و ستمکاران از این مردم به زودی کیفر کردارشان را خواهند یافت و هرگز از قهر و قدرت خدا رهایی نمی یابند. آیا مردم نمی دانند که خدا البته هر که را خواهد روزی وسیع دهد و هر که را خواهد روزی اندک؟ در این اختلاف روزی خلق هم ادله قدرت الهی برای اهل ایمان پدیدار است. بدان بندگانم که به عصیان اسراف بر نفس خود کردند بگو هرگز از رحمت نامنتهای خدا ناامید مباشید. البته خدا همه گناهان شما را خواهد بخشید که او خدایی بسیار آمرزنده و مهربان است و به درگاه خدای خود به توبه و انابه بازگردید و تسلیم امر او شوید پیش از آن که عذاب قهر خدا فرا رسد و هیچ آن زمان نصرت و نجاتی نیابید. و بهترین دستور آن است که کتابی که بر شما از جانب خدا نازل شده است پیروی کنید پیش از آن که عذاب قهر حق به کیفر گناهانتان بر شما فرود آید و شما آگاه نباشید. آنگاه هر نفسی به خدایت و فریاد با حسرتا برارد و گوید ای وای بر من که جانب امر خدا را فرو گذاشتم و در حق خود ظلم و تفریط کردم و وعده های خدا را مسخره و استهزا نمودم، و یا اینکه از فرط پشیمانی گوید افسوس اگر خدا مرا به لطف خاص هدایت می فرمود من نیز از اهل تقوا بودم، یا آنکه چون عذاب خدا را به چشم مشاهده کند گوید ای فریاد کاش بار دیگر به دنیا باز می گشتم تا به طاعت حق پرداخته و از نیکوکاران می شدم. آری آیات کتاب من که البته برای هدایت تو آمد تو آن را تکذیب کردی و راه تکبر و سرکشی پیش گرفتی و از زمره کافران بدکیش گردیدی. اگر روز قیامت کسانی که بر خدا دروغ بستند بنگری همه رویشان سیاه شده است. آری متکبران را 9 منزل در دوزخ است و خدا اهل تقوا را با اعمال صالح از عذاب نجات خواهد داد که هیچ رنج و دردی به آنها نرسد و هرگز غم و اندوهی بر دلشان راه نیابد. خدا آفریننده هر چیز است و بر هر چیز هم او نگهبان است و کلیدهای خزائن آسمانها و زمین او راست، و آنان که به آیات خدا کافر شدند هم آنان زیانکاران عالمند. ای رسول به مشرکان بگو ای مردم نادان مرا امر می کنید که غیر خدا را پرستش کنم، و حالان که بر تو و بر رسولان پیش از تو چنین وحی شده که اگر به خدا شرک آوری عملت را محو و نابود می گرداند و سخت از زیانکاران خواهی گردید. پس تو همیشه خدا را پرستش کن و از شکر گزاران باش، و آنان که غیر خدا را طلبیدند خدا را چنان که شاید به عظمت نشناختند، و اوست که روز قیامت زمین در قبضه قدرت او و آسمان ها به دست سلطنت اوست. آن ذات پاک یکتا منزه و متعالی از شرک مشرکان است. برخیزید و نظاره کنید و زمین به نور پروردگار روشن می گردد و نامه اعمال خلق نزد حق نهاده می شود و انبیا و شهدا احضار می شوند و میان خلق حکم می کنند و به هیچ کس ابدا ظلمی نخواهد شد و هر کس به پاداش عملش تماما برسد و خدا از هر کس به افعال خلق آگاه تر است. و آن روز آنان که به خدا کافر شدند فوج فوج به جانب دوزخ رانند و چون آنجا رسند درهای جهنم به رویشان بگشایند
و خازنان دوزخ به آنها گویند مگر پیغمبران خدا برای هدایت شما نیامدند و آیات الهی را برایتان تلاوت نکردند و شما را از ملاقات این روز سخت نترسانیدند؟ در آن هنگام جواب دهند بله، لکن افسوس که ما به کفر و عصیان خود را مستحق عذاب هرمان کردیم و وعده عذاب برای کافران حتمی گردیم. آنگاه به آن کافران خطاب شود اینک از هر در به دوزخ داخل شوید و در آن عذاب جاودان بمانید که برای متکبران بسیار بد منظرگاهی است و متقیان خدا ترس را فوج فوج به سوی بهشت برند و چون بدانجا رسند همه درهای بهشت به رویشان به احترام بگشایند و خازنان بهشتی به تهنیت گویند سلام بر شما باد که چه عیش ابدی نصیب شما گردید، حالی در این بهشت ابد درآیید و جاودان متنعم باشید. مؤمنان به بهشت درآیند و گویند ستایش خدای را که وعده لطف و رحمتش را بر ما عملی فرمود و ما را وارث همه سرزمین بهشت گردانید تا هر جای آن بخواهیم منزل گزینیم، ولی آن روز پاداش نیکوکاران بسیار نیکو خواهد بود. و ای رسول، در آن روز فرشتگان رحمت را مشاهده کنی که گردا گرد عرش با عظمت الهی در آمده و به تسبیح و ستایش خدا مشغولند و میان اهل بهشت و دوزخ به حق حکم شود و همه زبان به حمد خدا گشایند و گویند سپاس و ستایش خاص خدای جهانیان است. در اینجا سوره زمر با 75 آیه آن به پایان رسید. سوره مؤمن را که در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 85 آیه است آغاز می کنم. به نام خدای بخشنده مهربان. نزول این کتاب آسمانی از جانب خدای مقتدر داناست، خدایی که بخشنده گناه و پذیرنده توبه بندگان با ایمان و انتقام گیرنده ای سخت از بنده ظالم بی ایمان است، خدایی که صاحب رحمت و نعمت است، جز او هیچ خدایی نیست و بازگشت همه به سوی اوست. و بدان ای رسول که در آیات خدا کسی به انکار و جدل جز مردم کافر بر نخیزد، پس تو از این که کافران بر شهر و دیارها مسخر و متصرفند دل نباز که موقع انتقام خواهد رسید. اگر امت تو را تکذیب کردند، پیش از اینان هم قوم نوح و طوایف بعد از نوح نیز پیغمبران را تکذیب کردند و هر امتی همت می گماشت که پیغمبر خود را دستگیر و هلاک گرداند و با جدل و گفتار باطل برهان حق را پایمال سازد، و ما آنها را به کیفر کفر گرفتیم و چگونه عقوبت سختی کردیم، و همین گونه وعده خدای تو بر عقاب و کیفر کافران حتم است که آنها روز قیامت همه اهل دوزخند. فرشتگانی که عرش با عظمت الهی را بردوش گرفته و آنان که پیرامون عرشند به تسبیح و ستایش حق مشغولند، هم خود به خدا ایمان دارند و هم برای اهل ایمان از خدا آمرزش و مغفرت می طلبند که ای پروردگاری که علم و رحمت بی منتهایت همه عالم را فرا گرفته است، تو به لطف و کرمت گناه آنان که توبه کرده و راه رضای تو را پیمودن ببخش و آنان را از عذاب دوزخ محفوظ دار. پروردگارا، تو آنها را در بهشت عدنی که وعده فرمودی با پدران و مادران صالح و همجفت و فرزندانشان واصل گردان که همانا تویی خدای با حکمت و اقتدار، و هم آن مؤمنان را از ارتکاب اعمال زشت نگاه دار که هر کرا تو از زشت کاری امروز محفوظ داری در حق او رحمت و عنایت بسیاری فرموده ای و آن به حقیقت رستگاری بزرگ خواهد بود.
و آنان که به خدا کافر شدند به آنها خطاب شود که خشم و قهر خدا بسیار از خشم شما بر خود سخت‌تر است، چرا که شما را به ایمان دعوت کردند و شما کافر شدید. در آن حال کافران گویند پروردگارا تو ما را دو بار بمیراندی و باز زنده کردی تا ما به گناهان خود اعتراف کردیم، آیا اینک ما را راهی هست که از این عذاب دوزخ بیرون آییم؟ این عذاب برای آن است که شما چون خدا به یکتایی یاد می شد به او کافر می شدید و اگر بر او شریک می گرفتید ایمان می آوردید. پس اینک حکم شما با خدای متعال بزرگوار است، آن خدایی که به شما آیات قدرت خود را پدیدار ساخت و از آسمان برای شما روزی فرستاد و شما متذکر این معنی نشدید مگر کسانی که دائم رو به درگاه خدا آرند. پس خدا را به اخلاص بخوانید که حکم نافذ هرچند کافران نخواهند مخصوص خداست که او دارای مراتب رفیع و صاحب عرش عظیم است. روح را به امر خود بر هر که از بندگان بخواهد میفرستد تا آن بنده مقام نبوت یابد و خلق را از روز قیامت وقت ملاقات ثواب و عقاب بترساند، آن روزی که همه نیک و بد خلق پدید آید و هیچ کرده آنها بر خدا پنهان نباشد. در آن روز سلطنت عالم با کیست؟ با خدای قاهر یکتاست. آن روز هر نفسی به آنچه از نیک و بد کرده جزا خواهد یافت و امروز بر هیچ کس ستم نخواهد شد که خدای عادل حساب خلق را به یک لحظه می کند. و ای رسول امت را از روز قیامت بترسان که از هول و ترس آن روز جانها به گلو می رسد و از بیم آن حزن و خشم خود فرو می برند و ستمکاران را هیچ خیشی که حمایت کند و یاوری که شفاعتش پذیرفته شود نخواهد بود و خدا به خیانت چشم خلق و اندیشه های نهانی دلهای مردم آگاه است. خدا در عالم به حق حکم می کند و غیر او آنچه را به خدایی می خوانند هیچ حکم و اثری در جهان نتواند داشت. خداست که دعای خلق را شنوا و به احوال بندگان بیناست. آیا مردم در روی زمین سیر و سفر نمی کنند تا عاقبت کار پیشینیانشان را ببینند؟ که آنها با آنکه بسیار از اینان قوی تر و آثار وجودیشان در روی زمین بیشتر بود سرانجام خدا به کیفر گناهانشان بگرفت و همه را هلاک ساخت و از قهر و انتقام خدا هیچ کس نگهدارشان نبود. این هلاکت پیشینیان بدین سبب بود که پیامبرانشان با آیات و ادله روشن به سوی آنها آمدند و آنان از روی جهل و عناد کافر شدند. خدا هم آنان را به عقوبت گرفت که خدا بسیار مقتدر و سخت کیفر است. ما موسی را با آیات و معجزات و حجت آشکار فرستادیم به سوی فرعون و قارون. آنها موسی را تکذیب کردند و گفتند او ساحر بسیار دروغگویی است و آنگاه که او از جانب ما به صدق و حقیقت آمد فرعون و قومش به مردم گفتند بروید پسران آنان که به موسی ایمان آوردند بکشید و زنانشان را زنده گذارید تا ضعیف و نابود شوند. آری مکر و تدبیر کافران جز در زلالت خسرانشان به کار نیاید. فرعون گفت بگذارید تا من موسی را به قتل رسانم و او خدای خود را به یاری طلبد. می ترسم که اگر وی را زنده گذارم آیین شما را تغییر دهد یا در روی زمین فتنه و فسادی برانگیزد. موسی قصه قتل خود شنید، گفت من به خدای آفریننده من و شما از شر هر کافر متکبری که به روز حساب ایمان نمی آورد پناه می برم و تنها از او یاری می طلبم. و مرد با ایمانی از آل فرعون که ایمانش را پنهان می داشت با فرعونیان گفت آیا مردی را به جرم این که می گوید پروردگار من خداست می کشید؟
در صورتی که با معجزه ادله روشن از جانب خدا برای شما آمده است. اگر او دروغگوست، گناه دروغش بر خود اوست، لکن اگر راستگو باشد، از وعده های او بعضی به شما برسد و خدا مردم ستمکار دروغگو را هرگز هدایت نخواهد کرد. ای قوم، امروز ملک و سلطنت در زمین مصر با شما هست، لکن اگر قهر و انتقام خدا بر ما برسد، کیست که ما را از آن نجات تواند داد؟ فرعون باز گفت: جز آن که رأی به قتل موسی دادم، رأی دیگری نمی دهم و شما را جز به راه ثواب دلالت نمی کنم. باز همان شخص با ایمان به فرعونیان گفت: ای قوم، من بر شما می ترسم از روزی مانند روز سخت احزاب و امم پیشین، مثل روزگار ناگوار قوم نوح و عاد و ثمود و امم بعد از اینان که همه به کیفر و عصیان هلاک شدند. و خدا هیچ اراده ظلم در حق بندگان نکند. و باز گفت: ای قوم، من برای شما از عذاب روز قیامت که خلق از سختی آن به فریاد آیند سخت می ترسم. روزی که از عذاب آن هر سو بگریزید، هیچ از قهر خدا پناهی نیابید و هر کرا خدا گمراه کند دیگر برای او راه نمایی نیست. پیش از این یوسف کنعان به سوی شما مصریان با معجزات و ادله روشن به رسالت آمد و دائم از آیاتی که بر شما آورد در شک و ریب بماندید، تا آنکه یوسف از دنیا برفت و باز گفتید که دیگر خدا پس از یوسف هرگز رسولی نمی فرستد. بله، خدا مردم ستمگری که در شک و تردید هستند گمراه می گرداند، یعنی به گمراهی و خذلان خود با می گذارد. آنان که در آیات خدا بی هیچ حجت و برهان به جدال و انکار برخیزند، این کار سخت خدا و رسول و اهل ایمان را به خشم و غضب آرد. ولی این گونه خدا بر دل هر منکر ستمکاری مهر شقاوت می زند. و فرعون به وزیرش گفت: ای هامان، برای من کاخی بلند پایه بنیان کن تا شاید به درهای آسمان راه یابم، تا راه آسمانها را یافته و بر خدای موسی آگاه شوم و من هنوز موسی را دروغگو میپندارم. و این چنین در نظر احمقانه فرعون عمل زشتش زیبا مینمود و راه حق و خداپرستی بر او مسدود میشد و مکر و تدبیر فرعون جز بر زیان و هلاکتش به کار نیامد. و باز همان شخص مؤمن آل فرعون گفت: مرا پیروی کنید تا شما را به راه حق و ثواب دلالت کنم. ای قوم، این زندگانی فانی دنیا متاع ناچیزی بیش نیست و سرای آخرت منزلگاه ابدی است. و بدانید که هر که کار بدی در دنیا کرده، آنجا الا به مثل آن مجازات نشود و هر که از مرد و زن عمل صالحی به جا آورده، در صورتی که با ایمان باشند، آنان در بهشت داخل شوند و آنجا به رزق بی حساب برخوردار گردند. و ای قوم، چرا من شما را به راه نجات و طریق بهشت دعوت می کنم و شما مرا به سوی آتش دوزخ می خوانید؟ شما مرا دعوت می کنید که به خدا کافر شوم و از بیدانشی بتی را که در جهان مؤثر نمی دانم شریک خدا قرار دهم، و من شما را به سوی خدای مقتدر بسیار با بخشش و آمرزش می خوانم. ناچار آنچه شما مرا به سوی او می خوانید، از بتها و فراعنه و معبودان باطل آنها هیچ اثری در دنیا و آخرت ندارند و محققاً بدانید که در قیامت بازگشت ما به سوی خداست و البته ستمکاران فاسق در آنجا همه اهل آتش دوزخند. به زودی گفتارم را هنگام پاداش عمل متذکر می شوید و من کار خود را به خدا ما می گذارم که او کاملا بر احوال بندگان آگاه است. پس خدا موسی را از شر و مکر فرعونیان محفوظ داشت
و عذابی سخت بر آل فرعون فرا رسید و همه به دریای هلاک غرق شدند. اینک آتش دوزخ را صبح و شام بر آنها عرضه می دارند و چون روز قیامت شود خطاب آید که فرعونیان را به سخت ترین عذاب جهنم وارد کنید و در آتش دوزخ چون با هم به احتجاج و مجادله برآیند، ضعیفان ملت به پیشوایان گردنکش خود میگویند ما در دنیا پیروی شما کردیم، آیا می توانید امروز شما هم به عوض آن از آتش عذاب ما بکاهید و بر خود بیفزایید؟ پیشوایان متکبر پاسخ دهند که ما و شما همه باید در آتش دوزخ باشیم که خدا میان بندگان به عدل حکم فرموده است. و اهل دوزخ به خازنان جهنم گویند از خدا بخواهید که روزی عذاب ما را تخفیف دهد. و آنها پاسخ دهند که آیا پیغمبران شما با معجزات و ادله روشن برای هدایت شما نیامدند؟ دوزخیان گویند آری آمدند. پس خازنان جهنم گویند اینک هر چه می‌خواهید دعا و ناله بکنید که دعای کافران جز بر زیان و زلالت نخواهد بود. ما البته رسولان خود و اهل ایمان را هم در دنیا بر دشمنانشان ظفر و نصرت می‌دهیم و هم روز قیامت که گواهان به شهادت برخیزند آن مؤمنان را به مقامات بهشتی پاداش می‌دهیم. در آن روز ستمکاران را پشیمانی و عذرخواهی سودی ندهد و بر آنها خشم و لعن و منزلگاه بد مهیاست. و ما به موسی مقام هدایت عطا کردیم و بنی اسرائیل قوم او را وارث کتاب او گردانیدیم تا آن قوم هدایت یابند و خردمندان پند گیرند. ای رسول ما بر آزار امت صبر کن که البته وعده خدا حق است و بر گناه خود از خدا آمرزش طلب کن و صبح و شام به تسبیح و ذکر ستایش پروردگار خود پرداز. آنان که در آیات خدا بی هیچ حجت و برهان راه انکار و جدل پیمودند جز تکبر و نخوت چیزی در دل ندارند که به آرزوی دل هم آخر نخواهند رسید. پس تو از شر و فتنه آنها پناه به درگاه خدا بر که خدا شنوا و بینای احوال بندگان است. البته خلقت زمین و آسمان ها بسیار بزرگتر و مهمتر از خلقت بشر است، لیکن اکثر مردم این معنا را درک نمی کنند و هرگز نابینا و شخص بینا یکسان نیست و هم آنان که به خدا ایمان آورده و نیکوکار شدند نزد خدا با کافران بدکردار در درجات آخرت مساوی نیستند. لکن بسیار کم مردم این حقیقت را متذکر می شوند. البته ساعت قیامت بی هیچ شک و تردیدی می آید، لکن بیشتر مردم به آن ایمان نمی آورند. و خدای شما فرمود که مرا با خلوص دل بخوانید تا دعای شما را مستجاب کنم و آنان که از دعا و عبادت من اعراض و سرکشی کنند زود با ذلت و خاری وارد دوزخ شوند. خداست آن که شب تار را برای آسایش و استراحت شما قرار داده و روز را روشن گردانید که خدا در حق مردمان فضل و احسان است. لکن اکثر مردم شکر نعمتش به جا نمی آورند. همان خدای پروردگار شما آفریننده همه موجودات عالم است و جز او هیچ خدایی نیست. پس از درگاه یگانه معبود حق چرا باز می گردید؟ آنان که آیات و رسول الهی را انکار کردند هم این گونه از بندگی حق بازگردیده و مقرور معبودان باطل می شوند. خداست آن که زمین را آرامگاه شما قرار داد و آسمان را برافراشت و شما را به نیکوترین صورتها بیافرید و از بهترین غذاهای لذیذ خوش به شما روزی داد. این خدا که چنین احسانها فرمود پروردگار شماست.
او برتر و بزرگوار پروردگار عالمیان است. او خدای زنده ابد است و جز او هیچ خدایی نیست. پس تنها او را بخوانی و به اخلاص بندگی کنی که ستایش و سپاس مخصوص خدای یکتا و آفریدگار عالمیان است. ای رسول ما، بت پرستان را بگو که مرا از پرستش معبودان باطلی که شما به جای خدا می پرستید البته من کرده ام، چرا که بر من از خدای خود آیات و ادله روشنی آمده است و من مأمورم که تسلیم امر خدای عالمیان باشم. اوست خدایی که شما را از خاک ناچیز بیافرید و سپس از قطره آب نطفه و آنگاه از خون بسته، پس شما را از رحم مادر طفلی بیرون آورد تا آنکه به سن رشد و کمال برسید و باز پیری سال خورده شوید و برخی از شما پیش از سن پیری وفات کنید و همه به اجل معین خود این چنین کردیم تا مگر قدرت خدا را تعقل کنند. اوست خدایی که خلایق را زنده می کند و می میراند و چون به خلقت چیزی حکم نافذ و مشیت کاملش تعلق گیرد، به محض اینکه گوید موجود باش بیدرنگ موجود می شود. ای رسول، آیا کسانی که در آیات ما راه جدال و انکار پیمودند ندیدی عاقبت کارشان به کجا کشید؟ آنان که کتاب ما را و احکامی که رسولان خود را بر ابلاغ آن فرستادیم تکذیب کردند، به زودی کیفر کردارشان را آنها خواهند یافت، چون گردنهاشان با غل و زنجیرهای آتشین کشیده می شود تا به حمیم دوزخ درافکنند و سپس در آتش افروخته شوند. آنگاه به آنها گویند کجا رفتند معبودان باطلی که شریک خدا می شمردید و از خدا روی گردانیدید. آن مشرکان جواب گویند آن بت‌ها همه از نظر ما محو شدند، بلکه در مقام انکار برآمده که پیش از این چیزی را به خدایی نپرستیده ایم. خدا این گونه گمراه می گرداند گمراهان را. این قهر و عذاب شما کافران بدین سبب است که در دنیا از پی تفریح و هوسرانی باطل بودید و دائم به نشاط و شهوت پرستی سرگرم بودید. اینک به کیفر کفرتان بر درهای دوزخ درآیید که آنجا جاودان معذب خواهید بود، ولی متکبران را در آخرت بسیار منزلگاه بدی است. ای رسول، صبر کن که البته وعده خدا حق است که آنها را یا در حیات تو و مقابل چشم تو به بعضی از وعده های خود عقوبت می کنیم، یا چنانچه تو را قبض روح کنیم باز رجوع آنها به سوی ماست و در قیامت به کیفر اعمالشان می رسانیم. و ما رسولان بسیاری پیش از تو فرستادیم که احوال بعضی را بر تو حکایت کردیم و برخی را نکردیم، و هیچ رسولی جز به امر خدا نشاید معجز و آیتی برای امت بیاورد، و چون فرمان خدا فرارسد آن روز بر همه به حق حکم کنند و کافران در آن روز زیانکار شوند. خداست آن که برای شما آدمیان چارپایان را آفرید تا بر بعضی سوار شوید و از برخی تغذیه کنید و نیز بهره های دیگر از آنها ببرید. حوائج و اغراضی که به آنها دارید انجام دهید و بر آنها در خاک و بر کشتیها در آب سوار شوید، و خدا آیات خود را به شما در جهان ارائه داد، پس کدام یک از آیات الهی را انکار توانید کرد؟ آیا مردم در زمین به سیر و سفر نمی روند تا عاقبت حال پیشینیانشان که از اینها بسیار بیشتر و قوی تر و مؤثرتر در زمین بودند مشاهده کنند؟ و آنچه اندوختند نتوانست آنها را از مرگ و هلاکت حفظ و حمایت کند. پس آنگاه که رسولان ما با معجزات و ادله روشن به سوی آنها آمدند، آن مردم نادان
به دانش و عقاید باطل خود شاد و مغرور شدند تا وعده عذابی که مسخره می کردند همه را فرا گرفت. و آنگاه که شدت قهر و عقاب ما را به چشم دیدند، در آن حال گفتند ما به خدای یکتا ایمان آوردیم و به همه بت‌هایی که شریک خدا گرفتیم کافر شدیم. اما ایمانشان پس از دیدن مرگ و مشاهده عذاب ما بر آنها هیچ سودی نبخشید. سنت خدا چنین در میان بندگان حکم فرما بوده و آنجا کافران زیانکار شده هم. در اینجا سوره مؤمن نیز که شامل 85 آیه بود به پایان رسید. می رسیم به سوره سجده که این سوره در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 54 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. این قرآن تنزیلی از جانب خدای بخشنده مهربان است. کتابی است که آیات جامعش حقایق و احکام الهی را به زبانی فصیح برای دانشمندان روشن ساخته است. قرآنی است که نیکان را بشارت می‌دهد و بدان را می‌ترساند، اما اکثر مردم اعراض کرده و اندرز و نصایحش را نمی‌شنوند. و مشرکان گفتند تو با ما چه می‌گویی که دل‌های ما از قبول دعوتت سخت محجوب و گوش ما از شنیدن سخنت سنگین و میان ما و تو حجاب بسیار است که هرگز به دین تو نمی گروی. تو به کار دین خود پرداز، ما هم البته به کیش خیش عمل می کنی. ای رسول ما، به امت بگو که من هم مانند شما بشری هستم، جز آن که مرا وحی می رسد که پروردگار شما خدای یکتای بی همتاست. پس همه مستقیم به راه دین او شتابید و از او آمرزش طلبید و وای به حال مشرکان، آنان که زکات به فقیران بینوا هرگز نمی دهند و به عالم آخرت و جهان ابدی به کلی کافرند. آنان که به خدا ایمان آورده و نیکوکار شدند البته پاداش بی پایان خواهند یافت. ای رسول، مشرکان را بگو که شما به خدا که زمین جهان را در دو روز بیافرید کافر می شوید و برای او مثل و مانند قرار می دهید. او خدای جهانیان است و او روی زمین کوه‌ها برافراشت و انواع برکات و منابع بسیار در آن قرار داد و قوت و ارزاق اهل زمین را در 4 روز برای هر شهر و دیاری مقدر و معین فرمود و روزی طلبان را یکسان در کسب روزی خود گردانید و آنگاه به خلقت آسمان ها توجه کامل فرمود که آسمان ها دودی بود. او فرمود که ای آسمان و زمین، همه به سوی خدا و اطاعت فرمان حق به شوق و رغبت یا به جبر و کراهت بشتابید. آنها عرضه داشتند ما با کمال شوق و میل به سوی تو می شتابیم. آنگاه نظم 7 آسمان را در 2 روز استوار فرمود و در هر آسمانی به نظم امرش وحی فرمود. در آسمان محسوس دنیا را به چراغ‌های رخشنده زیب و زیور دادیم. این تقدیر خدای مقتدر داناست. اگر کافران از خدا اعراض کردند به آنها بگو من شما را از صاعقه ای مانند صاعقه هلاک عاد و ثمود ترسانیدم که بر آنها از هر جانب رسولان حق آمدند و گفتند که جز خدای یکتا را نپرستید. باز کافران گفتند اگر خدا می‌خواست که ما ایمان آوریم فرشتگان را به رسالت می‌فرستاد که ما به کتب و احکام شما رسولان بشری کافر هستیم. اما قوم عاد در زمین به ناحق تکبر و سرکشی کردند و به مغروری گفتند که از ما نیرومندتر در جهان کیست؟ آیا آنها ندانستند که خدا که آنها را خلق فرموده بسیار از آنان تواناتر است و باز آیات قدرت ما را با وجود این برهان انکار کردند؟
ما هم بر هلاک آن قوم عاد باد تندی در ایام نحس شوم فرستادیم تا به آنها عذاب ذلت و خذلان را در دنیا بکشانیم، در صورتی که خاری عذاب آخرت بیش از دنیاست و آنجا هیچ کس یاری آنها نخواهد کرد. اما قوم ثمود را نیز رسول فرستادیم و هدایت کردیم، لکن آنها خود کوری جهل و زلالت را بر هدایت برگزیدند، پس بر آنها هم صاعقه عذاب خاری و هلاکت به کیفر کردارشان فرود آمد و آنان که به خدا ایمان آوردند و خدا ترس و پرهیزکار شدند همه را نجات دادیم. و روزی که همه دشمنان خدا را به سوی آتش دوزخ کشانند و آنجا برای جمع آوری باز دارند، تا چون همه بر دوزخ رسند آن هنگام گوش و چشمها و پوست بدنها بر جرم و گناه آنها گواهی دهند و آنها به اعضاء بدن گویند چگونه بر اعمال ما شهادت دادید؟ آن اعضاء جواب گویند خدایی که همه موجودات را به نطق آورد ما را نیز گویا گردانید و او شما را نخستین بار بیافرید و باز به سوی او برمی گردید و شما که اعمال زشت خود را پنهان می داشتید برای این نبود که گوش و چشم های شما و پوست بدن هاتان امروز شهادت ندهند، لکن گناه را پنهان می کردید به گمانتان که اکثر اعمال زشتی که پنهان می کنید از خدا هم پنهان است و بر آن آگاه نیست، ولی همان گمان باطل شما درباره خدا موجب هلاکت شما گردید و امروز همتان از زیانکاران شدید. اینک اگر صبر و تحمل کنند چگونه بتوانند که جای در آتش دارند و اگر فریاد و بیتابی کنند فریاد رس و داد خواهی ندارند؟ و ما رفیقان و یارانی از شیاطین بر آنها گماشتیم تا آنچه پیش روی آنهاست از نعمت و لذتهای فانی دنیا در نظرشان جلوه دهند و آنچه از پشت سر دارند از نعمت و لذات ابدی آخرت فراموش و غافلشان کنند و وعده عذاب الهی بر آنها حتم و لازم گردد، چون امتانی که غرق دنیا بودند و با کفر و عصیان درگذشتند و سخت زبون و زیانکار بودند. و کافران به مردم گفتند بر این قرآن که محمد می‌خواند گوش فران ندهید و سخنان لغو و باطل در آن القا کنید تا اینکه بر او غالب شوید. ما هم کافران را البته عذاب سخت بچشانیم و بدتر از آنچه کردند کیفر کنیم. جزای دشمنان خدا همان آتش دوزخ است که منزل ابدی آنهاست، به کیفر آنکه آیات و رسول ما را انکار کردند. و کافران گویند پروردگارا آن دو گروه از جنیان که ما را گمراه کردند به ما نشان ده که آنها را زیر پا بیفکنیم تا پست و ذلیل ترین مردم شوند. آنان که گفتند محققاً پروردگار ما خداست و بر این ایمان پایدار ماندند، فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خود ندارید و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت باد. و ما در دنیا و آخرت یاران و دوستداران شما ایم و برای شما در بهشت ابد هر چه مایل باشید یا آرزو و تقاضا کنید همه مهیاست. این سفره احسان را خدای غفور مهربان به خاطر پاداش ثبات ایمان برای شما گسترده است. در جهان از آن کس که چون پیامبران خلق را به سوی خدا خواند و نیکوکار گردید و همی به عجز و لابه گفت که من تسلیم خدایم، کدام کس بهتر و نیکو گفتارتر است؟ بدان که هرگز نیکی و بدی در جهان یکسان نیست. ای رسول، تو و امتت در امور شخصی همیشه بدی خلق را به بهترین عمل که نیکوست پاداشته
تا همان کس که گویی با تو بر سر دشمنی است دوست و خیش تو گردد. لکن به این مقام بلند کسی نمی رسد جز آنان که در راه دینداری با مقام صبر و ثبات صاحب حظ بزرگ شدند. پس هرگاه از وسوسه شیطان بر تو رنج و فسادی رسد، به خدا پناه بر که او به دعای خلق شنوا و به احوال همه داناست. و از جمله آیات قدرت الهی خلقت شب و روز و خورشید و ماه است و نباید هرگز پیش خورشید و ماه سجده برید، بلکه اگر به حقیقت خدا پرستید خدایی را که خورشید و ماه را آفریده است سجده و پرستش کنید. و اگر کافران از پرستش به خدا تکبر ورزند، فرشتگان نزد خدا شب و روز بی هیچ خستگی و ملال به تسبیح و طاعت حضرت حق مشغولند. و از جمله آیات قدرت الهی آن که زمین را بنگری مطیع و مستعد که چون ما بران آب باران فروداریم گیاه برآورد و اهتزاز و نشاط و خرمی یابد. باری آن کس که زمین را به باران زنده کند، مردگان را هم او زنده گرداند که او بر هر چیز قادر است. آنان که در آیات ما سخت راه کفر و عناد پیمودند هرگز از نظر ما پنهان نیستند. ای عاقلان، آیا کسی که روز قیامت به آتش دوزخ درافتد بهتر است یا آن کس که ایمن از عذاب است؟ باری امروز به اختیار خود هر چه می خواهید بکنید که خدا به تمام اعمال شما کاملا آگاه است. همانا آنان که به این قرآن که برای هدایت آنها آمد کافر شدند نادانند، در صورتی که این کتاب به حقیقت همان صاحب عزت و معجزه بزرگ است. و هرگز از پیش و پس این کتاب حق باطل نشود و تا قیامت حکمش باقی است، زیرا او فرستاده خدای مقتدر حکیم و ستوده صفات است. ای رسول ما، بر تو هم وحی نمی شود جز آنچه به رسولان پیشین گفته شد که خدا بسیار دارای آمرزش و هم صاحب قهر و عقاب دردناک است. و اگر ما این قرآن را به زبان عجم می فرستادیم، کافران می گفتن چرا آیات این کتاب مفصل و روشن به زبان عرب نیامد؟ ای عجب، آیا کتاب عجمی بر رسول و امت عربی نازل می شود؟ اکنون که بدون عذر ایمان نمی آرند، به آنها بگو این قرآن برای اهل ایمان هدایت و شفاست، و اما آنان که ایمان نمی آرند گوشهایشان کر است و برای آنها موجب کوری جهل و زلالت است. و آن مردم نادان از مکانی بسیار دور به این کتاب حق دعوت می شوند. و ما به موسی کتاب تورات را فرستادیم، در آن مردم راه مخالفت پیش گرفتند و اگر کلمه رحمت از لطف خدا سبقت نیافته بود که تعجیل در عذاب نکند، همانا میان آن امت حکم عذاب می رسید. و هرچند که آنها سخت در نزول آن عذاب در شک بودند، این کار عملی می شد. هر کس کار نیکی کند به نفع خود و هر که بد کند به ضرر خیش کرده است. خدا بر بندگان هیچ ستمی نخواهد کرد. تنها از ساعت قیامت خدا آگاه است و هیچ میوه‌ای از غنچه خود بیرون نیاید و هیچ آبستنی بار بر ندارد و نزاید مگر به علم ازلی او. و یادار ای رسول روز محشر را و امت را متذکر آن روز ساز که خدا به مشرکان خطاب کند: آن معبودان باطلی که شریک من پنداشتید کجا رفتند؟ مشرکان گویند: بارلاها، ما حضور تو عرضه داشتیم که امروز جز تو از برای نجات ما هیچ دادرس و گواهی نیست.
و معبودان باطلی که در دنیا عبادت می کردند همه از نظرشان محو و نابود شود و آن زمان بدانند که از آتش قهر خدا هیچ مفر و نجاتی بر آنها نیست. آدمی حریص از خدا به دعا دائم تمنای خیر می کند و هرگز خستگی و سیرائی ندارد و شکر آن نمی کند. اگر به وی روزی شر و آسیبی رسد، از رحمت الهی زود مایوس و ناامید می گردد. و اگر ما به انسان پس از رنج و ضرری که به او رسیده نعمت رحمتی نصیب کنیم، البته خواهد گفت که این نعمت برای من است و گمان نمی کنم که قیامتی برپا شود، و به فرض آن که به سوی خدا برگردیم، باز هم برای من نزد خدا بهترین نعمت خواهد بود. و ما البته کافران را به کیفر اعمالشان آگاه می سازیم و عذابی بسیار سخت به آنها می چشانیم. و ما هرگاه به انسان نعمتی عطا کردیم کفران کرد و روی بگردانید و از شکر خدا دوری جست، و هرگاه شر و بلایی به او روی آورد، آنگاه دائم زبان به دعا گشود و اظهار عجز نمود. ای رسول بگو، چه می پندارید اگر قرآن از جانب خدا باشد و شما به آن کافر شده باشید؟ آیا گمراه تر از آن که مانند شما به کفر و شقاق دور از راه سعادت گردید در جهان کسی تواند بود؟ ما آیات قدرت و حکمت خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان کاملا هویدا و روشن می گردانیم تا ظاهر و آشکار شود که خدا و قیامت و رسالتش هم برحق است. آیا ای رسول، همین حقیقت که خدا بر همه موجودات عالم پیدا و گواه است کفایت از برهان نمی کند؟ ای اهل ایمان، بدانید که کافران از لقای خدای خود در شک و انکارند، و باز بدانید که خدا را بر همه موجودات عالم احاطه کامل است. سوره سجده یا فصلت که 54 آیه داشت در اینجا به پایان رسید. می رسیم به سوره شورا که این سوره در مکه معظمه نازل شده و شامل 53 آیه است. به نام خداوند بخشنده مهربان، این گونه به سوی تو و رسولان پیش از تو خدای مقتدر دانا وحی می کند. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه ملک اوست و او خدای بزرگ بلند مرتبه است. نزدیک است که آسمان ها از فراز شکافته شود و فرشتگان رحمت به ستایش خدای خود تسبیح گویند و برای اهل زمین از خدا مغفرت و آمرزش طلبند و ندا کنند که ای بندگان، بدانید که خداست آن ذاتی که بسیار در حق بندگان آمرزنده و مهربان است. و آنان که غیر خدا را معبود و محبوب خیش برگرفتند، خدا رقیب و نگهبان اعمال آنهاست و آنها را به کیفر کفرشان می رساند. و تو وکیل کار و مسئول کردار آنان نخواهی بود. و چنین قرآن فصیح عربی را ما به تو وحی کردیم تا مردم شهر مکه را و هر که را در اطراف است از عذاب خدا بترسانی و هم از سختی روز قیامت آگاه گردانی. و اگر خدا می‌خواست تمام خلایق مؤمن و کافر را یک فرقه قرار می‌داد، لیکن هر که را بخواهد به رحمت خود داخل کند و ستمکاران را هیچ یار و یاوری نباشد. آیا مشرکان غیر خدا را یار و دوستدار خود برگرفتند و حالان که خدا منحصراً دوست و یاور بندگان است و اوست که مردگان را زنده می کند و بر هر چیز تواناست و آنچرا در او اختلاف و نزاع کردید حکم آن به خدا و احکام خدا راجع است؟ همان خدای آفریننده عالم و آدم، همان خدا پروردگار من است که بر او توکل کرده و به درگاه او به تضرع باز می گردم.
خدای آفریننده زمین و آسمان ها برای شما آدمیان از جنس خودتان زنان را هم جفت شما قرار داد و نیز چارپایان را جفت نر و ماده آفرید تا به این تدبیر ازدواج شما خلق بیشمار شود. آن خدای یکتا را هیچ مثل و مانندی نیست و او به کردار بندگان شنوا و بیناست. کلید آسمان ها و زمین او راست، هر که را خواهد رزق وسیع دهد و هر که را خواهد روزی اندک، که او به هر چیز آگاه است. خدا شرع و آیینی که برای شما مسلمین قرار داد حقایق احکامی است که نوح را هم به آن سفارش کرد و بر تو نیز همان را وحی کردیم و به ابراهیم، موسی و عیسی هم آن را سفارش نمودیم که دین خدا را برپا دارید و هرگز تفرقه و اختلاف در دین مکنید و بدان که مشرکان را که به خدای یگانه و ترک بتان دعوت میکنی قبولش بسیار در نظرشان بزرگ میآید. باری از انکار آنها میندیش. خدا هر که را بخواهد به سوی خود برمیگزیند و هر که را به درگاه خدا به تضرع دعا بازآید هدایت میفرماید و مردم در دین راه تفرقه و اختلاف پیمودند جز پس از آن که علم و برهان از جانب حق بر آنها آمد، لکن دانسته برای تعدی و ظلم به یکدیگر اختلاف کردند و اگر رحمت خدا نبود که تا وقت معین تعجیل در عذاب نکند، البته میان مردم ستمکار حکم به هلاک می شد. و آنان که پس از گذشتگان وارث کتاب آسمانی شدند، در آن کتاب آسمانی سخت در شک و تردید بماندند و به آن ایمان واقعی نیاوردند. بدین سبب ای رسول، تو همه را به دین اسلام و کلمه توحید دعوت کن و چنان که مأموری پایداری کن و پیرو هوای نفس مردم مباش و به امت بگو که من به کتابی که خدا فرستاد قرآن ایمان آورده ام و مأمورم که میان شما به عدالت حکم کنم. خدای یگانه پروردگار همه ما و شماست و پاداش عمل ما بر ما و عمل شما بر شماست. دیگر هیچ حجت و گفتگویی بین ما و شما باقی نیست. خدا روز جزا برای حکم حق میان ما را جمع می کند و همه به سوی او باز می گردید و آنان که در دین خدا از حسد و عناد با رسولش جدل و احتجاج برانگیزند، پس از آنکه خلق دعوت او را پذیرفتند، حجت آنها نزد خدا لغو و باطل است و بر آنها قهر و غضب و عذابی سخت خواهد بود. خداست آنکه کتاب آسمانی را به حق برای اجرای عدالت فرستاد و تو چه دانی ممکن است ساعت قیامت بسیار نزدیک باشد؟ آنان که به ساعت قیامت ایمان نمی آورند به تمسخر تقاضای تعجیل در ظهور قیامت می کنند. اما اهل ایمان از آن روز سخت ترسانند و می دانند که آن روز برحق است. ای مردم، بدانید آنان که در قیامت جدال و انکار می کنند سخت در گمراهی دور از سعادتند. خدا را به بندگان لطف و محبت بسیار است، هر که را بخواهد روزی می دهد و بر هر چیز توانای مطلق و مقتدر و غالب است. هر کس حاصل مزرعه آخرت را بخواهد، ما بر تخمی که کاشته می افزاییم و هر که تنها حاصل کشت دنیا را بخواهد او را هم از آن نصیب می کنیم، ولی در آخرت از نعمت ابدی آن نصیبی نخواهد یافت. آیا خدایان باطل مشرکان بر آنها شرع و احکامی که خدا اجازه نفرموده جعل کرده اند؟ و اگر کلمه فصل یعنی حکم تأخیر عذاب نبود، میان آنها به هلاکت حکم می شد.
و ستمکاران را البته روزی عذاب دردناک خواهد بود. در اینجا سوره شورا تا آیه 20 آن به پایان می رسد. دنباله سوره شورا را در نوار 22 به آگاهیتان می رسانم. به امید پروردگار بزرگ.